قطعا فاز دوه. بیا قطعا فاز دوه دیگه، دیتیل و فاز دو همه چی. حالا مثلا اگه میخواست فاز دو نباشه نهایتا میشد رزومه یه بی مدلر، ولی مشخصا این بودش که دیگه این رزومه رندرگیر نیستش. قسمت بعدی یه رزومه تصویری متن توضیحات پروژه است، همین چیزی که از اون موقع هم بهتون میگفتم کوچولو و کم باشه. توی متن توضیحات شناسنامه پروژه رو داریم که شناسنامه پروژه چیه؟ نام پروژه، کاربری پروژه، پروژه ویلا مثلا انارور، تو شهر انارور هم هستش، شهر پروژه، کارفرمای پروژه، تیم طراحی پروژه، رندرگیر پروژه، عکاس پروژه، نمیدونم بی مدلر پروژه، هر چی توی شناسنامه پروژه اینا میاد. توضیحات در مورد چالش‌ها و شرایط پروژه. آقا روزه قرار نیست اینجا بخونین، قرار چالش‌ها رو خیلی مختصر بیان کنید. این پروژه با توجه به اقلیم خاص نیاز به طراحی با دریافت حداکثر نور رو داشت. این چالش این پروژه است. پس حالا تو بعد تو طرحت این رو میدیدی که اینجوری بشه اینا، دیگه من لازم نیست بگم، این کاملا توضیح دادم چالش شماره یک. حالا چهار تا چالش داشته، چهار تا جمله مثل همین جمله که من گفتم. این پروژه با توجه به علاقه کارفرما به متریال آجر باید با نمای آجری طراحی میشد. این پروژه با توجه به مثلا قرار گرفتن روبروی میدان نقش جهان اصفهان نیازمند هماهنگی، نیازمند مثلا هارمونی داشتن، هارمونی با بافت سنتی اصفهان رو داشت. میدونی چی میگم؟ یه جمله میگه تموم دیگه، چالش رو قرار نیست تفسیرش کنی، اینجا قرار نیست تو پرزنت کنی پروژه رو، فقط قرار بگی من این پروژه رو انجام دادم و اهداف و اولویت های پروژه و جزئیات ارزشمند. حالا تو این پروژه ما مثلا چالش داشتیم بافت اصفهان رو توش ببینیم. حالا من اومدم با استفاده از متریال آجر در راسته همخوانی، نمیدونم مدیریت ارتفاع برای اینکه از ارتفاع میدون بالا نزنه، نمیدونم ایکس ایگرگ زد، این میشه ارزشمندی های پروژه تو. و حالا این ارزشمندی ها فقط ارزش های تئوری معماری نیست، ممکنه ارزش رندری باشه، ممکنه ارزش فاز دویی باشه. ارائه نقشه های مثلا به صورت فلان برای اولین بار در شهر اصفهان، میدونی چی میگم؟ یه همچین چیزایی، یا مثلا برای اولین بار در دفتر فلانی. حتی ممکنه این نکته در مورد طرح پروژه نباشه، تو یه کمکی به دفتر فلانی کردی و این کمک برای اولین بار تو دفتر اون اتفاق افتاده، درست اصلا با این پروژه ربطی نداره ولی به واسطه این پروژه تو اون کار انجام ده. پس این هم میتونی بنویسیم، این هم از این. و یه صفحه آخر هم داریم، صفحه سایر هنرها. این اختیاریه، اگر حس میکنی ربط داره، مثلا یه رزومه اول نشون دادم یا آخرش اومده بود اسکیچای سیاه قلم چهرهشو گذاشته بود، خب کسی که میتونه طراحی سیاه قلم چهره بکنه احتمالا اسکیس خوبی داره، احتمالا معمار خوبی هم هستش، پس این رو میشه ربطش داد. ولی مثلا این که تو یا مثلا عکاسی بلدی، برای کسی که میخواد بگه من رندرگیر خوبی هستم، مهارت عکاسی دارم، گزینه خوبیه. چرا؟ چون توی فضای رندر کسی که عکاس باشه دوربین گذاری بهتری انجام میده، پس اینو میتونی توی سایر هنرات بزنی. اما کسی که قرار رندر بگیره مهارت خطاطی به هیچ دردی نمیخوره، پس لازم نیست هنرت اونجا بذاری من بگی من خطاطم. اوکی، اینو از این. باز دوباره سایر هنرها هم تصاویر هنرهاش به همراه یه توضیح مختصر. مثلا نگاه کن، تایپوگرافی، کریتیو ایمیج میکینگ، مدرن پوستر، یعنی طراحی پوسترهای مدرن خلاقانه، دیگه مهارتاش رو نوشته. گرافیک رزومه چند تا ویژگی داره، یکی اینکه فونت، من براتون بچه چند تا فونت میذارم، نکته که داره فونت هایی که من براتون میذارم بچه فونت های پولیه، من خریداری کردم و در واقع نباید برای شما بذارم. حالا درستش نه که بچه برین بخرین از سایت، سایتی که حالا این فونت ها رو میفروشه، اگه دوست دارین و میخواین حرفه‌ای تر کار کنین این کار رو بکنین، اما من چون نمیخوام کسی لنگ بمونه چند تا فونت خوب پولی براتون میذارم دانلود کنید، اما اگر میخواین خیال خودتون راحت تر باشه برین بخرین سایت مثلا فونتیران، بهترین سایت برای خرید فونت دیگه. چند فونت های مثل کلمه، مثل انجمن، مثل ری، مثل
حالا یکم فانتزی تر، بهمن خیلی فانتزیه، نه مثل فونت دوران، فونت دوران خیلی فونت خوبیه، اینجور فونت ها میتونه کمکتون بکنه. مثلا الان ببین این فونت خیلی فونت ساده ایه، این خیلی فونت قیروفر داره، ما رزومه هم قرار نبود قیروفر داشته پس این میشه بد. من براتون چند تا فونت فارسی خوب میذارم، فونت های انگلیسی خوب هم که تا دلتون بخواد زیاده، فونت های مینیمال انگلیسی. یا مثلا نگاه کن، بعد توی همین فونت هم زور کلمات مهمه، مثلا زور زیاد زور کم، یعنی این که عنوان و زیر عنوان، عنوان و زیر عنوان. الان ببین این عنوان و زیر عنوان با هم مچ نیستن، پیر نیستن، این عنوان و زیر عنوان زورشون یه اندازه است تقریبا، فقط فونت کوچیک شد. اما این نه تنها فونت کوچیک شده که زور این کلمه هم کمتر شده، مثل اون کم رنگ کردن و خاکستری کردن، حالا اینجا اومده بولد و غیر بولد رو استفاده کرده. پس در کنار فونت بیغروفر، فونت ها باید با هم پیر باشن، فونت ها باید با هم چفت داشته باشه بسته به زور و اهمیت کلمه. عنوان زیر عنوان، باز متن زیرش ممکن از این یه لول هم نازک‌تر باشه، یا شماره صفحه زورش خیلی کمتر باشه. راستا خیلی مهمه، تو همه هنرها راستا مهمه، از طراحی نما و طراحی داخلی گرفته تا نقاشی و فلان، من کار ندارم، معماری رو فقط بحث کنیم، تا گرافیک. الان اینو ببین، میبینی اینا شلخته پلخته توی صفحه است، حالا اینو ببین، زوم کنم ببین شلخته چیده و همه راستا دارن. راستا یعنی چی؟ یعنی که ته این خط به ته این خط به ته این خط به ته این یک راستا شده، ته این با این یکیه، ته این با این یکیه، ته این با این یکیه. درسته ته این اینجا چیزی نداره، ولی باز از این ور راستا داره، راستا داشته باشه همه چیزتون. حالا همه اینا متن نه، ممکنه این عکس باشه، این متن باشه، این عکس باشه، این عکس باشه، این عکس باشه، این متن باشه، ولی راستا داشته باشه. ببین الان این یه متنه که سر و ته متن رو توی یه مستطیل تو میتونی بذاری، این یه متنه که سر و تهش رو میتونی یه مستطیل تجسم بکنی، ته این مستطیل با ته این مستطیل که متن بزرگتره توی یه راستا، بالای این با بالای این توی یه راستا میره، و این راستا خیلی مهمه. حالا یه مثال دیگه از راستا ببینیم، اینه، این اصلا این من همش تو ذهنم تره نما چون میچرخه. الان ببینیم مثلا میتونه یه نما باشه و این نمیتونه یه نمای خوب باشه، چرا؟ چون راستاها به هم مچ نیستن. ببین اینجا تلاش شده راستا یکی بشه، اما اینا چون راستا ندارن خرابش کرده. اما تو تمام اینا رو میتونی یه راستای موازی بر هر خط پیدا بکنی، این خط با این راستا داره و این با، چون خودش تکیه دیگه راستای دیگه نداره، ولی این با این داره، میدونی چی میگم؟ راستا دارن همه خطوط با هم. حالا قشنگترش چی بود؟ این بود که مثلا این رو هم میشکست به نظر من، چون این الان یه حالت قرینه طوری پیدا کرده، داشتن راستا در کنار عدم تقارن خیلی موفق تر میشه. تقارن حس خوبی میده، اما عدم تقارن حس حرفه‌ای بودن، من حرفه‌ای تر رفتم جلو. الان ببین یه مارجین داره، یه حاشیه دور داریم که از این حاشیه بیرون نمیزنه، یه سری راستای عمودی داریم، یه سری فاصله داریم، باز دوباره یه سری راستای افقی هم داریم، و همه رو تو این چپونده. حالا ببین قرار نیستش همه تو این کوچولو کوچولو بیاد بگنجا، قرار نیستش ما بیه مستطیل کوچیک درست که همه چی تو این بیاد، نه، تو میتونی این رو بیای حالا یه باکس برای خودت ببینی مثل این، ولی راستا داره، بالات و پایینش این مارجینش این فاصلهش رعایت شده. یا مثلا این یه راستا داره دیگه، خب اینجا دیده کاملا این حس رو داریم ما از این میگیریم که راستا داره، و اینجا جای عکسه. مثلا میدونی چی میگن؟ راستا توی کارگرافیک خیلی مهم میشه. نکته بعدی داشتن فضاهای خالی، رزومه تو بتونه نفس بکشه. اینو ببین و اینو ببین، زوم کنم، اینو ببین و اینو ببین، دوستاشون کنار همین، این چقدر حس بهتری داره، حس سبک بودن داره، اصلا دلت میاد اینو بخونی، اینو میترسی بخونی، میگی چیه من تا تش برسم مردم، ولی این یکی خیلی منطقی، فاصله ها درست، حجم فضای خالی مناسب داریم. میبینیم چیه کارتون، چه تو عکس گذاری چه تو متن گذاری، از فضای خالی استفاده بکنید. این دوتا رو مقایسه بکن، اینجا هم عکس تصور کنید،
این حس روزنامه میده تا رزومه. این رزومه میتونه باشه، گرچه اینم متنش زیاده من کار ندارم، ولی نگاه کن چقدر پر 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 ریز ریز درش ریز 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 این کجا، این کلا یه متن داره و یه متن تموم. حجم فضای خالی خیلی میتونه کمک کنه بهتر شدن کار شما. یا این یکی نگاه کن کل شیت رو از تمام فضای شیتش استفاده کرده، اما این یکی اومده از فضای خالی بالا باز دوباره وسطش باز بین این دوتا باز بین اینا اینجا 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 فضای خالی داده. این فضای خالیه میذاره نفس بکشه شیت شما و حس خوب بده به مخاطب، مخاطبت حس کنه میتونه موقع مطالعه رزومه تو نفس بکشه. ولی اینجا میگی که آقا تو حق نفس کشیدن رو باید تا تهش بخونی، اما اینجا آقا تا اینجا خوندم حالا میتونم اصلا رومو برگردم با دوستان صحبت کنم بعد عکسو ببینم. یه عدم پیوستگی موفق رو داریم میبینیم اینجا. یا مثلا این یکی ببین پره خالیه، خب قطعا جذاب‌تر به عنوان یه پوستر دیگه. نکته بعدی ترکیب رنگ بچه ها. ترکیب رنگتون سعی کنید که معمولا نهایتا از سه رنگ باشه اگه دیگه ترش میخواین سه رنگ رو به کار ببرین. و این که مثلا نگاه کن این سه تا رنگ رنگ های اصلیه مثلا توی این رزومه، ببخشید توی این رزومه این سه تا رنگ حالا سبز و توسی و آبی و کمرنگ رنگ های اصلیه. خب حالا اومده اینجا باز دوباره آبی پررنگ مثلا سبز و زرد، سبز زیتونی و قرمز هم استفاده کرد. این کجا؟ یعنی که دوباره باز دوباره از همین آبی گرفته و اینجا گذاشته. از دور ببینین خیلی یک دست تر این نسبت به این و اون حرفه‌ای تر میشه و اون میشه رسمی تر. پس سعی کنین اگر دو تا سه تا رنگ هم استفاده کنید که از اون خارج نشین. ببین سه تا رنگ انتخاب که باز دوباره میومده اینجا سه تا رنگ دیگه هم زده. حتی در حد دیگه عنوان رنگ ها رو عوض نکنید دیگه، رنگاتونو که بستین دیگه عوض نکنید. حالا من اسم عکس هم مثلا توش رو زرد داره ولی رنگام اینا چه چیزای دیگه، خب اشکال نداره عکسه، همه درک میکنن اون عکسه. اما تو اگر به عناوین و تایتلات رو هم عوض بکنی رنگشو بر حسب هر صفحه، خب دیگه اون کار ناموفق میشه. یا مثلا اینو نگاه کن توی یه صفحه ما آبی سبز و آبی قرمز زرد آبی مشکی رو میبینیم، یعنی که همین رو بیاید کاملا مثلا با رنگ توسی جمعش بکنی. استپ وان اینا میکروفون داره، اینا میکروفونه، یعنی از وکتوری که استفاده کرده از عکسی که استفاده کرده اینه که رنگی بوده یکی توسی. مثلا این عکس آدم، اینم عکس آدم ولی این توسیه. خب تو انتخاب حتی دیتیل ها و المان های جزئی پروژه رو هم میتونی بیای از حداقل رنگ استفاده بکنی، میتونی بیای این رو تبدیل کنی به رنگ توسی که رنگ خونسایی. رنگ خونسا خیلی کمکتون میکنه توی طراحی رزومه. مثلا اینو نگاه کن این دو تا شیت عین همه، تفاوتشون فقط بین این و اینه. این رنگ اومده از این جزئیات گرفته شده. شما اگر جزئیات این شیت رو ببینین، این جزئیات زومش رو، یه رنگ نارنجی داریم و یه رنگ بنفش آبی تقریبا، خب و اومده از این رنگ بنفش آبیش اینجا استفاده کرده و همون شیت این یکی اینو داشته اونجا اومده زرد استفاده کرده. خب قطعا میبینی که این چقدر حس بهتری داره دیگه. این رنگا رو خیلی باشون بازی نکنین تو کارتون. یه نصیحت پدرانه درصد رنگاتون اینجوری باشه 60-30، خیلی خیلی رزومتون رو شیک میکنه. یعنی چی؟ 60% بیاین از رنگ کاملا خونسا استفاده بکنید، 30% بیاید از یه رنگ نیمه خونسا استفاده بکنین و 10% از یه رنگی که داره جیغ میزنه. این میشه یه ترکیب رنگی فوق‌العاده. حالا این رو به دو صورت میتونیم ببریم جلو. اگه میخواین ساده تر باشه 60% صفحتون رو سفید بذارین، 30% رو رنگ های مشکی و توسی و توسی کمرنگ پر رنگ و اینها باشه، یه 10% رنگ جیغ باشه. یه حالت دیگه اینه که آقا اصلا رنگ سفید بذار کنار، من 60% رو بیام رنگ های سفید و توسی استفاده سیاه و توسی استفاده بکنم، 30% رو بیام رنگ های ملیح و مثلا پاستیلی تور و کنزور استفاده بکنم، 10% رنگ خیلی جیغ باشه. مثلا بریم اسلاید قبلی یه درسته. ببین 60% صفحه سفیده،
30% متن و توضیحات، یا 10% یه نقطه کوچیکی ما رنگ اینجا داریم میبینیم تمام، یا مثلا یه سری رنگ‌های ریز اینجاها داریم میبینیم. زور کارهای رنگیتون در حد 10%، نهایتا 20% باشه دیگه. اوکی، این خیلی نکته جذاب کننده یه توی یه رزومه. مثلا الان اینو میبینی همه صفحه تقریبا سفیده و ما رنگ اگر هم داریم میبینیم خیلی جزئیه، یا این یکی که اصلا دیگه عملا هم 60% سفید 30% سیاه، در حد لکه گذاری رنگ داریم میبینیم اینا تموم. یه نکته دیگه هم داریم، استانداردهای رنگی. اگر رزومتون بچه ها میخواد چاپ شه باید استاندارد رنگیتون CMYK باشه، توضیحش رو الان بهتون میدم. و اگر استاندارد رنگیتون میخواد به صورت PDF ارائه بدین، کار رو RGB ارائه بدین. ببینین یعنی چی اینی که گفتی، من نمیفهمم. ما دو حالت کار رو میبینیم، یا چاپ میشه یا توی LCD و گوشی میبینیم. LCD و گوشی پشتیبانی رنگیشون چیزی که مثلا تو میخواد قرمز باشه، دیدی وقتی مثلا تو لپتاپ کار میکنی تو قرمزه، وقتی میری پرینت میگیری میبینی نارنجی شد، به خاطر اینکه تو فرمتی که کار کردی تو LCD داشتی میدیدی، تو گوشی داشتی میدیدی، و اون توی گوشی فرمت رنگیش قرمز پرزنت میکنه به تو، خروجی قرمز به تو میده. اما اون خروجی رنگی چون بر مبنای کامپیوتر بوده، بر مبنای پشتیبانی RGB بوده، رد گرین بلو، رنگ های اصلی توی فضای کامپیوتر رد و گرین و بلو هن، برعکس توی فضای حقیقی که سبز و ببخشید آبی و قرمز و زرده. رنگ های اصلی ما توی فضای حقیقی این ستا دیگه، زرد و قرمز و آبی. توی فضای کامپیوتر RGB، رد گرین بلو، قرمز سبز و آبی. توی کامپیوتر اگه هم خواهی ببینی باید فرمتت RGB رد گرین بلو باشه که رنگای اصلیش اون باشه. توی فضای چاپ فرمت چاپ CMYKه. CMYK فرمتیه که تو اگر با اون بری جلو توی کامپیوتر قرمز میبینی، موقع چاپ هم قرمز بهت نشون میده. متوجه چی میگم؟ ولی اگر با RGB بری جلو توی کامپیوتر قرمز می‌بینی، ممکن موقع چاپ یه رنگ دیگه بهت نشون بده. اگه آبی می‌بینی ممکنه بنفش موقع چاپ بهت بده. پس حواستون باشه. اگر دارین با کامپیوتر کار می‌کنین که اون رنگی که می‌بینین درسته، RGBه. اما اگر می‌خواین چاپ کنین، موقع تعیین فرمت باید CMYKش بکنین. اینو احتمالاً تو ورکشاپ من کامل‌تر بهتون توضیح بدم. ببینین همین حرفی که من زدم، رد و گرین و بلو رنگ‌های اصلی کامپیوترن برای فضای LCD طور که ترکیب اینا به شما کلی رنگ میده. CMYK سایان، مجنتا، یلو، بلک. سایان میشه آبی فیروزه‌ای تقریبا، مجنتا میشه بنفش، یلو وایشه، کی هم بلکشه، برای اینکه با بلو قاطی نشه حرف آخر کی رو استفاده میکنم، بلک رو. ترکیب این چهار تا رنگ، رنگ های چاپی رو به شما میده. یعنی دستگاه چاپ رو اگر ببینین، مثلا دستگاه چاپ قدیمی همه چهار رنگه بودن، حالا الان جدیدن دستگاه 6 رنگ و 12 رنگ و بیشتر هم اومده، اما با این 4 رنگ تو میتونی چاپخونه بزنی. و وقتی که میای فرمت رو CMYK میزنی، یعنی اینکه آقای کامپیوتر رنگ موقع چاپ رو به من نشون بده. کامپیوتر خروجی که به تو میده عیناً با خروجی داخل کامپیوتر یکی میشه. پس شما اگر قرار رزومتون تصویری باشه CMYK کار میکنین، پرینت بگیرین CMYK کار میکنین، اگر قرار PDF بفرستین RGB. این هم از این، فکر میکنم کلیت این جلسه تمومه. فقط یه نکته میخوام بگم، اونم این که حالا برگردین اون رزومه هایی که اول ویدیوش رو نشون دادم، حالا میتونین ایرادگیری بکنین ازشون، میتونین متوجه بشین چرا اول نشون دادمشون. رزومه اول خیلی رزومه خوب تری بود به نسبت بقیه، ولی بقیهشون ایرادمندتر بودن. این کلیتش رزومه. بچه ها هنوز نرین سراغ آماده کردن، شیشاله جلسه بعد یه تکنیک خوب بهتون میگم که بتونین راحت بدون اینکه حتی حداقل اطلاعات گرافیکی رو داشته باشین، با مثلا یه بیس اولیه فتوشاپ بتونین رزومه ببندین. فونت ها رو هم حالا یا بعد این جلسه یا بعد جلسه بعد براتون توی پلیر بارگذاری میکنم. بازم من میگم که بهتر هستش که خرید بکنید از خود سایت فونت ایران، اما من براتون میذارمش. اینم از این، و ایشالله جلسات ورکشاپ داریم دیگه، بریم ببینیم چه خبره. خیلی مخلصم، امیدوارم تا
جلسه مفیدی بوده باشه براتون و خوش بگذره.